بدمین خبرها از داخل کشور خوش آمدید. هیئت ناظران اتحادیه اروپا در افغانستان از اعلام نشدن نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری استقبال میکند. تایس برمن رئیس تیم ناظران اتحادیه اروپا در کابل میگوید اعلام نشدن نتایج ابتدایی انتخابات سبب خواهد شد که آرای چالش برانگیز تفتیش و بررسی مجدد شود. این نهاد از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که آرای بیش از 6000 محل رایدهی باید بررسی مجدد شود، در حالی که کمیسیون گفته است آرای بیش از 1900 محل در 30 ولایت را تفتیش می کند. اتحادیه اروپا با آنکه اعلان نشدن نتایج نخستین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را به سود افغان ها می داند، تأکید بر شفاف بودن این نتایج می کند و پافشاری دارد تا مراکز و محل های مشکوک به گونه عمیق بررسی شود و دامنه این بررسی ها هم گسترده شود و در محل‌های کارای یک صندوق بیشتر از 595 رای باشد به بررسی گرفته شود. ما از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر اعلام نکردن نتایج ابتدایی به خاطر تفتیش آرا استقبال می‌کنیم و نتیجه معتبر از انتخابات را برای آینده یک افغانستان باثبات حیاتی می‌دانیم. این نهاد بین‌المللی از کمیسیون انتخابات می‌خواهد در موافقت با هر دو نامزد آرای مشکوک را بازرسی کنند. با باور تایس برمن این عمل بدون تأخیر از لحاظ فنی ممکن است. کمیسیون مستقل انتخابات 1930 محل رایدهی را تفتیش می کند. نظارت اتحادیه اروپا نشان می دهد که جنبه های دیگر نیز بررسی شود، مثل رای بیشمار برای یک نامزد در مراکز رایدهی و اختلاف آرا میان زن و مرد. با توجه به همه این موارد، شمار محلات رایدهی که چالش برانگیزند ممکن است افزون بر 6000 محل از مجموعه 22828 محل رایدهی باشد. اتحادیه اروپا به گونه جدی مخالف هر گونه مداخله بین‌المللی برای تغییر انتخابات مردم افغانستان است و کمیسیون مستقل انتخابات را تشویق می‌کند تا آرای پاک را از ناپاک جدا سازد. جنگ در هلمند پایان نیافته و هنوز هم هزاران غیر نظامی در درون این جنگ گیر ماندند. مقام های محلی هلمند میگویند نظامیان افغان تلاش دارند تا به زودی جنگ را در این ولایت خاتمه دهند. باشنده های هلمند طالبان را عامل اصلی کشتار غیر نظامیان خوانده میگویند این گروه در خانه های مردم سنگر گرفته و با نظامیان افغان می جنگند. نصرت پارسا از هلمند گزارش می دهد. به هلمند می رویم، جایی که نظامیان افغان رو در رو با گروه طالبان و ملیشه‌های پاکستانی درگیری نبردند. سنگین، نوزاد و مساقله اخیراً به نبردگاه نظامیان افغان با شورشیان طالب و نظامیان پاکستانی مبادل شده است. هرچند نظامیان افغان از فروکش کردن درگیری ها خبر می دهد، اما باشنده های این سه ولسوالی که به بیمارستان شهر لشکرگاه آمدند می گویند که هنوز هم درگیری ها به شدت جریان دارد و مخالفان مصالح دولت حتی بر خانه های مردم سنگر گرفتند و با نظامیان افغان درگیری جنگند. جنگ داشت رقم جنگ دی چی دغد سنگین خلق شدی ټول شزی و کشنان ترتوتان و لنجی نزدی مش ټول ماشومان شزی سپنجری خپل ځوانان مګر در به در جی په دشتو او په شاوګو کې ژوندونه کوي. جنگ هلمند تو هنوز نزدیک به 400 زخمی به جا گذاشته است. در درون این بیمارستان یک بیپا گشته است، دیگر هر دو دستانش را از دست داده و دیگر هم جیگر گوشه هایش را. من طفل را دیدم که دو پای خود از دست داده، من جوان را دیدم که چشم خود از دست داده، من یک جوان را دیدم که دستش قطع شده، یا یک برادر دیگه ما که دو پایش قطع شده. این چهره های انسانی است که در برابر ارقامی که برتان میگیم قرار داره. جنگ با اون شدتی که چند روز قبل بود از شدتش بسیار بسیار کاسته شده. نیروهای امنیتی در وسط رسیدن، امیدوار هستند که به سبب پلان هایی که قماندانی قول اردو در نظر داره و گرفته ان شاء الله این مشکلات امنیتی حل شوه. نامش عبدالرحیم است و به عنوان پلیس با مخالفان مصالح دولت می جنگید. زخم های بدنشان قدر عمیق است که نمیتواند به گونه واضح گپ بزند. هرچند در میانه زندگی و مرگ قرار دارد، به طالبان هشدار می دهد که اگر صحتش بهبود یابد دوباره به میدان نبرد می رود و اجازه نمی دهد که طالبان یک قدم هم به ولسوالی موسا قلعه پیش روی کنند. و بیا اصلا جنگیرم و موسا قلعه بپردم تر حال من یه استرم بشکیزی تا
هلمند سر جنگیرم جنگ سر کنم خود مسکلا نور لکم. جنگ هلمند هم زمان است با وجود تنش‌های انتخاباتی در افغانستان و از سوی دیگر قرار است تا چند روز دیگر رئیس جمهور کرزی قدرت سیاسی را بر رئیس جمهور جدید واگذار بکند. و به نظر می رسد که تنش‌های انتخاباتی بر عملکرد نظامیان افغان در جنگ هلمند سایه افکنده است. دیده شود که چه زمان جنگ هلمند پایان می‌یابد. آیا نظامیان افغان به این زودی‌ها خواهند توانست تا جنگ هلمند را فروکش کنند؟ نصرت پارسا، آریانا نیوز، هلمند. از اون هم توجه کنیم به چند خبر از خارج از کشور که به همکاری رادیو آزادی تهیه شده است. اما پیش از آن یک وقفه کوتاه. باز هم خوش آمده. تنش‌های انتخاباتی فعالیت‌های تجارتی را در ولایت کندز با رکود مواجه کرده است. مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع کندز با ابراز این مطلب می‌گویند بعد در آزا کشانیده شدن روند انتخابات، صادرات و کارهای تجارتی را به کشورهای خارجی 40% کاهش داده است. در همین حال تاجران و دکانداران نیز می‌گویند دامنه کشمکش‌های انتخاباتی نرخ‌ها را در حال نوسان قرار داده است. مدیر اتاق تجارت و صنایع ولایت قندوز میگوید تنش‌ها و طولانی شدن روند انتخابات بالای نرخ کالاهای تجارتی و فعالیت‌های اقتصادی تاجران در قندوز تاثیرات منفی داشته است. با گفته آنان میزان صادرات از قندوز به کشورهای همسایه به ویژه تاجیکستان 40% کاهش داشته است. قبل از برگزاری انتخابات دوره اول و پیش از او تا چند ماه قبل از او البته صادراتی که ارقامی که ما داریم از صادرات البته از طریق شیرخان بندر که صادر شده به کشورهای همسایه واقعا که صادرات خوب بوده، ولی متاسفانه که دوره اول انتخابات و بعد از او که باز چالش های دیگه برای دوره دوم انتخابات باز راه اندازی شد، چالش های دیگه واقعا که رونما شدک و بالای صادرات هم این تاثیرات بسیار زیاد مستقیم داشته و تقریبا حدود 40-30% کاهش در صادرات نشان میتن. در همین حال شماری از تاجران و دکانداران این ولایت میگویند علاقمندی آنان نسبت به انتقال اموال به خارج از کشور کم رنگ شده است. با گفته آنان فروش اموال افغانستان چون میوه خشک در خارج از کشور کاهش یافته است. سابق ما یک روز از سمت بزرگ سیر رو سوالا میکردیم، حالا یک روز از سمت بیگ مسوالا قیل میکردیم. دیگه امریکی که در تاجکستان جور شده بود، سمت بسار میره تجارا، حالا ما تجارا کلش مال شده، قندوز را تا یک کده همیجا مانده، ولی قندوز گنجایش قمال الله داره که بخره. در صورت اگر اگر اما تو دوام کنه، زندگی مردم بحرانی خوش را، با اون خوب بحران میره. مشکل بر مردم زیاد ایجاد شده، با ایجاد با گفته مسئولان حدود 3000 تاجر در صنف‌های مختلف کسب‌وکار و صنعتکار ثبت و رجستر اتاق‌های تجارت قندوز اند و به نحوه مصروف عرضه خدمات تجارتی می باشند. در ادامه هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 58 افغانی، 1 یورو 78 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 40 پول، 1 درهم امارات 15 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 581 افغانی. در پایان هم وضعیت آب و هوای کشور. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 16. هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 18. مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 23. جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 22. کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 21. و سرانجام غزنی آفتابی بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 15 پیش بینی شده است. از امروز خبرهای امروز سپاسگزارم. شب همه شما خوش. خداوند نگهدارتان.